غنی با منطقه قبیله‌ای که دارد قدرت را به طالبان تحویل داد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایز. امید که تا آخرین خبر با ما همراه بوده، کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مهمون در گزارشنامه افغانستان می نویسد غنی با منطقه قبیله‌ای که دارد قدرت را به طالبان تحویل داد تا به زعیم خودش وحدت افغانستان را حفظ و از تجزیه جلوگیری کند، اما برعکس نتیجه کار او تجزیه را چند قدم پیش انداخت. همین که یک قوم تا بدانجا در حفظ قدرت می کشد که بربادی و تباهی زندگی تمام ساکنان کشور برایش اهمیتی ندارد، خود قوی ترین بحران برای تجزیه کشور است. تا پیش از تحویل اخیر کمتر کسی بحث تجزیه را با صراحت مطرح می کرد، هرچند مقدمات تجزیه از 100 سال به این سو با رفتار تمامیت خانه پشتون ها چیده شده است. بدون شک تجزیه اول در فکر صورت می گیرد. وقتی در یک جغرافیای وحدت فکری از میان رفت و برای مدت طولانی دوباره به میان نیامد و تلاش ها در این زمینه نتیجه نداد، بحث تجزیه جغرافیایی به میان می آید. پشتون ها فرصت های زیادی را برای به میان آمدن وحدت فکری جامعه سوزانند. حالا که از مطرح شدن بحث تجزیه نمی توان جلوگیری کرد، بهتر است که دست از تلاش برای پس زدن این بحث برداشته و آن را با تأمل و دقت عقلانی جدی بگیریم و در موردش بحث کنیم. بحث تجربه دو بخش دارد که در محور دو پرسش چرا و چگونه باید با آن پرداخته شود. چرایی تجزیه و چگونه تجزیه باید مورد بحث قرار بگیرد. چرا تجزیه؟ در بحث چرایی ما در مورد دلایل بحث می کنیم که تجزیه را ایجاب می کند. بخش از این دلایل تاریخی است و بخش آن به آینده مرتبط است. دلایل تاریخی چیست؟ این دلایل باید جستجو و تشریح شود. در بالا اشاره شد که عمدهترین دلایل نگاه و رفتار پشتون ها است. این گروه قومی دیگران را مستحق برخودداری از قدرت نمی دانند و به انواع مختلف در پی حذف و سرکوب دیگران هستند. برای این گفته نمونه های تاریخی زیادی وجود دارد که باید منظم فهرست بندی شود. آنچه با این در ربط دارد این است که اگر تجزیه صورت گیرد چه پیامدهای مثبتی در زندگی فردی و جمعی ما دارد و چقدر می توان بستر جنگ و منازعه مدام را برچید. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایز را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.